سلام، به خبرهای امروز خوش آمدید. من نازنین کاظمی و من آوا آذری هستم. اتحادیه اروپا 9 نفر و 1 نهاد را به فهرست ناقضان حقوق بشر در ایران اضافه کرد. ایران در فهرست 5 کشور جاسوس اینترنت دنیا قرار دارد. صنعت گردشگری ایران میان 11 کشور منطقه در مقام 10 قرار گرفت. اتحادیه اروپا 9 نفر و 1 نهاد را به فهرست ناقضان جدی حقوق بشر در ایران اضافه کرد. بر اساس اعلام اتحادیه اروپا، نام محمد سرافراز و حمید رضا عمادی، رئیس و مدیر اتاق خبر شبکه پرس تیوی، مرتضی کیاستی و محمد باقر موسوی از دادگاه انقلاب اهواز، اسدالله جعفری دادستان مازندران، رحیم حملبر قاضی دادگاه انقلاب تبریز، رضا موسوی تبار سرپرست سرای عمومی و انقلاب شیراز، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، علی اشرف رشیدی اقدم رئیس زندان اوین در کنار پلیس فتا در این فهرست اضافه شده است. با اضافه شدن این 9 نفر تاکنون 87 نفر مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله منع صدور ویزا و ضبط اموال و دارایی شدند. همکارم میثم ارشدی نگاهی داشته به سابقه تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران که با هم می‌بینیم. مقامات ایرانی در اروپا چهره و خبرساز می‌شوند، اما این بار نیز نه به خاطر خدماتشان به ایرانیان یا جامعه بشری، بلکه به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر. اتحادیه اروپا 1 روز پس از قرار دادن نام 9 ایرانی در فهرست تحریمی ناقضان جدی حقوق بشر، اسامی این افراد را نیز منتشر کرد و خواستار آن شد که دارایی‌های این افراد ضبط و از ورود آنها به کشورهای عضو اتحادیه اروپا جلوگیری شود. در این فهرست نام محمد سرافراز، مدیر بخش برون مرزی صدا و سیما و تلویزیون انگلیسی زبان پرس تیوی به چشم می‌خورد که متهم شده است با نیروهای امنیتی و دادستان‌ها همکاری کرده و سلسله برنامه‌هایی را با عنوان اعترافات بازداشت شدگان پخش کرده است و با پخش این فیلم حقوق زندانیان را نقض کرده. از موارد اتهامی آقای سرافراز، پخش فیلم اعترافات مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی کانادایی در برنامه‌ای با نام ایران امروز است. اعترافاتی که تحت فشارهای شدید روحی از وی گرفته شده است. این اتحادیه در فهرست خود نام حمید رضا عمادی، مدیر اتاق خبر پرس تیوی را نیز ذکر کرده است. آقای عمادی متهم شده است که در پخش اعترافات زندانیان سیاسی از جمله روزنامه نگاران، فعالیان سیاسی و افراد وابسته به گروه‌های کرد و عرب با نیروهای امنیتی همکاری داشته است. علی اشرف رشیدی اقدم، رئیس سازمان زندان اوین، از دیگر افراد ناقض جدی حقوق بشر در ایران معرفی شده است. وی متهم است که شرایط را در زندان اوین برای بازداشت شدگان سخت‌تر کرده است. گزارش این اتحادیه می‌گوید که در مهر ماه امسال 9 زندانی سیاسی زندان اوین در اعتراض به وضعیت خود و رفتار بد زندانبانان دست به اعتصاب قضا زده‌اند. سید محمد باقر موسوی و مرتضی کیاستی، قضات شعبه 2 و 4 دادگاه انقلاب اهواز، اسدالله جعفری، دادستان استان مازندران، رحیم حملبر، قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز و سید رضا موسوی تبار، رئیس دادستانی انقلاب شیراز نیز به دلیل نقض شدید حقوق بشر در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا هستند. این اتحادیه همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی، رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر معرفی کرده که وظیفه تشکیلات زیر نظر وی سانسور اینترنت است. وی همچنین متهم به دست داشتن در مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس ایرانی در آبان ماه امسال است. در این فهرست تحریمی همچنین نام پلیس سایبری ایران فتا به چشم می‌خورد. با افزوده شدن نام افراد و مؤسسات جدید به این فهرست، تا کنون 87 نفر مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله منع صدور ویزا و ضبط اموال و دارایی‌ها هستند. هرچند سابقه اجرایی این فهرست‌ها با وجود مسئولیت دیپلماتیک برخی از مقامات و استثناءاتی که گاهی برایشان در نظر گرفته می‌شود، تا امروز بیشتر در نقش پیامی دیپلماتیک برای ایشان و جمهوری اسلامی بوده است تا مانعی بر سر ادامه فعالیت‌های ایشان در ایران. میثم ارشدی، تلویزیون رها.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی را به نقض سازمان یافته و مکرر حقوق بشر متهم کرد. احمد شهید با قرائت خلاصه‌ای از چهارمین گزارش خود درباره ایران به زندانی کردن فعالان سیاسی، مذهبی و قومی و شکنجه متهمان هنگام بازجویی انتقاد کرد. در این گزارش همچنین به ادامه حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد و فشار بر روزنامه نگاران و بازداشت و احضار آنها اشاره شده است. آقای شهید نزدیک به 2 سال است که به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران انتخاب شده است و طی این مدت بارها از مقام‌های ایرانی خواسته تا به او اجازه سفر به این کشور را بدهند، اما حکومت ایران این درخواست‌ها را تاکنون رد کرده است. در همین حال نماینده ایران در سازمان حقوق بشر بلافاصله در واکنشی تند به گزارش احمد شهید گفت این گزارش به کمک تروریست ها نوشته شده است. محمد جواد لاریجانی گزارش احمد شهید را بی اساس و خلاف واقعیت دانست و شیوه تهیه آن را ناسالم خواند. به گفته آقای لاریجانی این گزارش غیر منصفانه تحت تاثیر نفوذ آمریکا و متحدان آن تنظیم شده است. معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت احمد شهید خود را به حد یک فعال سیاسی مخالف حکومت ایران تقلیل داده و گزارش آقای شهید از حداقل ضوابط بی‌طرفانه سازمان ملل فاصله زیادی دارد. دراویش گنابادی برای چهارمین بار از حضور در دادگاه امتناع کردند. به گزارش سایت مجذوبان نور، شرکت نکردن این دراویش زندانی در دادگاه در اعتراض به روند غیرقانونی دادرسی پرونده اتهامیشان است. بر اساس این گزارش، این افراد بیش از 50 روز به دستور قاضی صلواتی در سلول‌های انفرادی بند 209 محبوس شدند و تا مدت‌ها نیز ممنوع ملاقات بودند. عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، انقضای حداقل حبس مقرر در قانون در خصوص اتهامات انتصابی و ضرب و شتم و توهین به افراد در زمان دستگیری و حین بازجویی از جمله مواردی است که مورد اعتراض درویش‌های زندانی است. جیمز کلاپر، مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا، اعلام کرد ایران نخواهد توانست به طور مخفیانه و بدون مطلع شدن دیگران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده با درصد بالا تولید کند. آقای کلاپر در گزارش سالانه خود در مورد تهدیدهای جهانی به کنگره آمریکا نوشته است ایران می‌خواهد توانایی تولید سلاح اتمی را به دست آورد تا اگر لازم شد و تصمیم گرفت بتواند آن را تولید کند، اما ما نمی‌دانیم که آیا در نهایت چنین تصمیمی خواهد گرفت یا نه. به نوشته آقای کلاپر، اگر ایران روزی به بمب اتمی دست پیدا کند احتمالاً موشک‌های بالستیک را برای پرتاب آنها انتخاب خواهد کرد. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، رژیم کنونی ایران را بزرگترین خطر برای صلح جهانی خواند. پرز در یک سخنرانی در پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه گفت هیچ کس ایران را تهدید نمی کند و این ایران است که سایرین را تهدید می کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری اسرائیل همچنین حزب الله لبنان را یک سازمان تروریستی دانست و از اتحادیه اروپا خواست این سازمان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. مقام‌های بلغارستان پیشتر اعلام کرده بودند حزب الله لبنان مسئول حمله تروریستی به گردشگران اسرائیلی در این کشور بوده است. در این حمله 5 گردشگر اسرائیلی کشته شدند. و حالا نوبت به اخبار کارگری میرسد. چنگیز اصلانی: افزایش 25% دستمزد با نرخ تورم منطبق نیست. غلامرضا زنگی اهرمی: بانک تجارت از پرداخت دستمزد ارزی کارگران دریایی خودداری می کند. واکنش هماهنگ کنندگان تومار کارگران به جوابیه وزارت کار: سازوکار غیرقانونی تعیین مزد باید برچیده شود. حداقل دستمزد کارگران در سال آینده 487 هزار تومان تعیین شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، میزان حداقل حقوق کارگران برای سال آینده 25% افزایش خواهد داشت و با حدود 97 هزار تومان افزایش از 389 هزار تومان در سال جاری به 487 هزار تومان در سال آینده
خواهد رسید. حقوق کارگران در حالی تنها 25% افزایش خواهد یافت که نرخ رسمی تورم در سال 91 بیش از 30% اعلام شده است. با ایوب رحمانی عضو اتحادیه بین المللی کارگران گفتگویی در این رابطه داشتیم که با هم میبینیم. نحوه تعیین حداقل دستمزد در ایران در واقع یه مضحکه است و علاوه بر اون همزمان یه زورگویی عریانی هستش نسبت به چیز حدود 11 میلیون نفر از کارگرای ایران، 11 میلیون در واقع جمعیت ایران. و میگم چرا؟ برای اینکه دستمزدی که تعیین میشه از طرف شورای عالی کار، این شورای عالی کار تشکیل شده از 11 نفر، 5 نفرشون نماینده دولت هست، 3 نفرشون نماینده کارفرمان و 3 نفر دیگه شون به عنوان نماینده به اصطلاح نماینده کارگرا میرن اونجا. شما در نظر بگیرید که خود دولت یکی از کارفرماهای بزرگ در ایرانه، یعنی 2/3 اقتصاد ایران دست دولته و همین دولت 5 نماینده اونجا داره. نماینده کارفرما 3 نفرن و 3 نفر دیگه که میرن اونجا به عنوان نماینده کارگرا، اینا در واقع سرسپردگان خود دولت هستن، سرسپردگان خود نظام و رژیم جمهوری اسلامی هستن. یعنی کارگران در همون شورای عالی کاری که اینا تعیین کردن و حداقل دستمزد تعیین میکنن اصلا صدایی ندارن، صدای کارگران اصلا به گوش این جمعیتی که این 11 نفری که میرن اونجا میشینن و درباره حداقل دستمزد تصمیم میگیرن نمیرسه. کارگران صدایی در اونجا ندارن و بر اساس همین هم هستش که اینا دستمزدی که تعیین میکنن، من اول صحبتام اشاره کردم این مضحکه است، ببین دارید میگم قانونی که خودشون وضع کردن همون قانون رو رعایت نمیکنن. بر طبق قانون خودشون حداقل دستمزد باید بر دو تا معیار داریم، دو تا مبنا داریم: یک، نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی; دو، حداقل هزینه زندگی خانواده 4 نفره شهری. من میگم اون قسمت دوم رو بذاریم کنار، قسمت اول رو در نظر بگیریم. بانک مرکزی نرخ تورمی که اعلام کرده برای اسفند ماه 32%، میزان افزایش دستمزد 25%. چرا؟ میگم قانون خودشون رو رعایت کنن، برای اینکه چیزی که خودشون تعیین کردن. علاوه بر اون، خود اینا کسایی که به عنوان نماینده کارگران رفتن در اونجا شورای عالی کار قبل از همین 10 روز پیش، یه ما 10 روز تا یه ما پیش، اینا پشت سر هم مرتبا اعلام میکردن که برای تامین هزینه زندگی خانواده 4 نفره حداقل دستمزد باید چیزی بوده 1,300,000 تا 1,500,000 نفر تومان باشه. خب چی شد؟ هر سال میان و همین وعده رو میدن برای اینکه پوز بدن، برای اینکه بسا خاک تو چشم کارگرا بپاشن که گویا اینا میرن اونجا و برای دستمزدهای بالاتر چونه میزنن. ولی واقعیتش اینه که رفتن و 25% افزایش پیدا کرد، افزایش دادن نرخ حداقل دستمزد، نرخ تورم 32%، یعنی کارگران چیزی به 7% بازشون خرابتر خواهد شد. 486,000 تومانی که اعلام کردن 1/3 خط فقری که بازم خودشون اعلام کردن، یعنی طبقه کارگر دارن به فقر و فلاکت دارن تهدید میکنن. ولی من یه نکته رو بگم و تمام کنم، این اگر انتظار دارن که کارگران ایران بسه سکوت کنن در مقابل این تصمیمشون، من باید بگم شدیداً اشتباه خواهند کرد و پاسخشون رو از طبقه کارگر ایران دریافت خواهند کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید ایران جزو 5 کشور جاسوس اینترنت دنیاست. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی گفته است این کشورها با استفاده از فناوری‌های پیشرفته جاسوسی علیه روزنامه‌نگاران و مخالفان را افزایش دادند. در کنار ایران، کشورهای سوریه، چین، بحرین و ویتنام در این فهرست قرار دارند. این سازمان همچنین فهرست دیگری از 5 شرکت دشمن اینترنت منتشر کرده که به گفته این سازمان مزدوران عصر دیجیتال هستند و محصولاتی را به دولت‌ها می‌فروشند که برای نقض حقوق بشر و آزادی اطلاعات کاربرد دارند. در این گزارش از شرکت‌های گاما، هکینگ تیم نام برده شده، اما در عین حال تأکید شده این لیست هنوز تکمیل نشده است. این نخستین بار است که نام شرکت‌های طراح جاسوس افزار در فهرست سالانه دشمنان اینترنت منتشر می‌شود.
قوه قضاییه مدعی است ایران به توان شناسایی پیامک‌های ضد امنیتی دست یافته است. حمید شهریاری، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌گوید در سال 88 ما این امکان را نداشتیم تا بدانیم چه پیام‌هایی ضد امنیتی است. بنابراین مجبور بودیم جلوی همه پیامک‌ها را بگیریم. اما اکنون به این توانایی دست یافتیم. آقای شهریاری همچنین با اشاره به اینکه گزارش دقیقی از وضعیت اینترنت در کشور وجود ندارد گفت در این خصوص یک ضعف و ناهماهنگی بین مجموعه مقررات و ضوابط مربوط به اینترنت در عرصه‌های تولید وجود دارد. با نیما راشدان، پژوهشگر در رابطه با امکان کنترل سیستم‌های مخابراتی در ایران گفتگویی داشتیم که با هم می‌شنویم. اینجا فکر میکنم که چند تا مسئله است. یکی این که آیا جمهوری اسلامی ایران رفته مثلا یک نرم افزاری تهیه کرده و اساسا آیا یک همچین نرم افزاری وجود داره که بتونه کارهایی که اونجا ادعا شده را انجام بده؟ این یه بحث به لحاظ فنی. و بحث بعد این است که آیا جمهوری اسلامی ایران اساسا احساس نیاز میکنه به اینکه شما بیاین و از اینترنت استفاده کنید برای ارسال اسمس و پیام کوتاه یا پیامک، این رو بیاد غیر فعال کنید. چند بحث مختلف. یکی این که ببینید این سرویس هایی که الان وجود داره مثل سرویس واتساپ که دقیقا همین چیزیست که افراد میتونن برای همدیگه پیامک بفرستن، این سرویس ها همین الان هم بسته هست و اینطور به نظر میرسه که ما مسئولین امنیتی یا سیاستگزاران فضای مجازی در ایران از این ناحیه احساس خطر میکنن. بذارید من به شما بگم هم برای چی احساس خطر میکنن. برای اینکه میدونن ما اگر در ایران فرض فرمایید 10 میلیون نفر کاربر وایبر داشته باشیم یا واتساپ داشته باشیم که یه تعدادشون یه درصدی از اینها روزانه بیان این اپلیکیشن خودشون رو روی موبایلشون چک کنن، درسته؟ فرض بفرمایید که دوباره مثل سال 1388 تظاهرات بشه، اینها از این جهت احساس خطر میکنن که کسی که به زعم اونها پشت این شبکه واتساپ هست یا کسی که بدون این شبکه چجوری کار میکنه بتونه برای 2 میلیون نفر کاربر در تهران یه اسمس بفرسته که بچه‌ها بیان تهران میدون و تظاهرات کنید. اساسی ترین دغدغه جمهوری اسلامی ایران جمع شدن آدم و تشکل‌یابی آدم هست. این کار رو هم در فضای فیزیکی، یعنی الان ببینید اصلاح طلب ها به هر حال طرفدارای آقای خاتمی یا کاندیداهای دیگه میخوان که یه همایش انتخاباتی برگزار کنن، میاد و همایش اصلاح طلبان برگزار کنن، میاد و همه این افراد رو تک تک اون برگزار کنندگان رو میبره وزارت اطلاعات و میگه شما دور هم دیگه نباستی جمع بشیم. بنابراین در فضای مجازی هم هر امکانی رو که بتونه به آدم ها این امکان رو بده که همدیگر خبر کنن، کنار هم جمع بشن، یک هرسنم لیست درست کنن و برای اعضاشون بتونن دعوتنام بفرستن که فلان زمان فلان جا باشید یا اخبار یا اطلاعات برای اونا بفرستن، سعی میکنه که این امکان رو ناکارآمد کنه. حالا سیاستش این است که خیلی هم به باور من موفق بوده که حتی رسانه‌های فارسی زبانی هم که خارج از مرزهای ایران وجود دارند رو به نوعی اینها رو بیاد فشل کنه و تضعیف کنه که حتی اینها هم نتونن کاری رو انجام بدن که منجر به گرد هم آمدن یه سری آدمی بشه در مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نرم افزار وی پی ان در ایران برای دسترسی به سایت های چون یاهو و جیمیل قطع شده است. این نرم افزار با تغییر رمز خط اتصال رایانه کاربر را در مکانی خارج از کشور نشان می دهد و بدین ترتیب سامانه فیلترینگ دولتی را دور می زند. پیشتر رمضان علی صبحانی فرد، رئیس کمیسیون فناوری ارتباطات و اطلاعات مجلس، با تایید مسدود شدن دسترسی به وی پی ان گفته بود از این به بعد تنها وی پی ان های قانونی و ثبت شده قابل استفاده خواهند بود. و حالا سری میزنیم به آن سوی میله های زندان. ابوالفضل قدیانی، عضو دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، امروز به بیمارستان شهید رجایی مرکز قلب تهران منتقل شد.
با گذشت یک هفته از انتقال ضیاء نبوی به زندان انفرادی اداره اطلاعات اهواز، هنوز از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شد. عباس درویش توانگر، قائم مقام خبرگزاری تسنیم و سردبیر سابق خبرگزاری فارس، روز دوشنبه برای چند ساعت بازداشت شد. شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان، اعلام کرد آمریکا خواهان حمله نظامی به ایران نیست. نعیم قاسم در دیدار امروز خود با هیئتی از خبرگزاری رویترز تاکید کرد حمله نظامی به ایران برنامه اتمی این کشور را متوقف نمی کند و تنها آن را برای چند سال به تأخیر می اندازد. او بیان داشت که در مقابل اگر چنین حمله صورت گیرد، منافع آمریکا و همپیمانانش و همچنین اسرائیل در منطقه به خطر می افتد. حزب الله لبنان همپیمان نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو حمله نظامی به ایران امکان واکنش از سوی این گروه مسلح را به وجود می آورد. در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی که در مسیر مذاکرات اتمی غرب با تهران پیش آمد، گمانه‌هایی در خصوص احتمال حمله نظامی به ایران مطرح شد. غرب ایران را به تلاش برای ساخت سلاح اتمی متهم می‌کند. ایران اما همچنان بر مسالمت‌آمیز بودن برنامه اتمی خود اصرار دارد. رای گیری برای انتخاب رهبر جدید کاتولیک‌های جهان آغاز شد. به گزارش خبرگزاری واتیکان، 115 کاردینال از 48 کشور جهان برای شرکت در مراسم رای گیری به این کشور سفر کردند. پاپ بنتیک 16 ماه گذشته به دلیل بیماری و عدم توانایی در انجام وظایفش از این سمت استعفا کرده بود. همکارم احمد رفعت که 25 سال اخبار واتیکان را برای رسانه‌های مختلف پوشش دادند، در استودیو با ما هستند. آقای رفعت، ممنون از وقتتون. شما برای مدت‌های طولانی به عنوان خبرنگار همراه بودین با پاپ ژان پل دوم و به هر حال با واتیکان و شرایطش خیلی آشنا هستین. روند انتخاب پاپ به چه صورت هست؟ روند انتخاب پاپ در حال حاضر که عهد مسافرت‌های سریع با هواپیماست فرق کرده با گذشته که سالیان طول می‌کشید چون تا برسن و بعد جمع بشن و صحبت کنن. کاردینال همشون رسیدن، از صبح امروز جمع شدن در نمازخانه سیستینا که بسیار زیباست چون تمام سقفش رو میکلانج نقاشی کرده و چند سال پیش هم تعمیر شد با سرمایه‌گذاری یک تلویزیون ژاپنی و فرشته ها رو که لباس تنشون کرده بودن در صورتی که میکلانج لخت نقاشی کرده بود دوباره برهنه کردن، اونجا جمع میشن و دو بار صبح و دو بار بعد از اون رای میدن. هر بار بعد از دورای صبح آرا اگر اجماعی به وجود نیامده باشه سوزانده میشه با خاک زغال سیاه تو دو بخاری چودنی که وصلن به لوله‌ای که دم گنبد واتیکان از بیرون همه جا رم میشه دید، دود سیاه میاد، یعنی پاپ نداریم. در صورت اجماع بلا فاصله، این بار دیگه سب نمی کنن تا دور بعد دوتا دوتا بسوزونن، میسوزونن این بار با یک ماده سفید رنگی که دود سفید تولید میکنه. دود سفید و ناقوس کلیساهای روم، یعنی که پاپ داریم و این پاپ اصولا بار آخر، پاپ آخر 5 روز طول کشید و 9 رأی‌گیری. این بار خب معلوم نیست چون بار بعضی وقتها یک ماه و نیم هم طول کشیده. پیش بینی دارین در مورد اینکه پاپ آینده کی خواهد بود؟ بله، خب شرط بندی که تمام شرکت‌ها شرط بندی تو انگلیس هم شرط بندی قبول میکنن سر نام پاپ آینده. در راهروهای واتیکان اونطوری که من در تماسی که ساعت قبل گرفتم برای اینکه اینجا صحبت کنم، نام 3 کاردینال بیش از دیگران این شانس داره. یک پاتریک اومالی کاردینال شیکاگو است، آمریکایی. دیگری یک کاردینال برزیلی به نام اولیلیو پدرو سرر و سومی هم ایتالیایی است، همیشه یک کاندیدای ایتالیایی است، آنجلو سکولا، که یکی از بنیانگذاران یک مجله و یک انستیتوی فرهنگی دیالوگ و گفتگو با مذهب اسلام. اگر اجماع بر سر اینها نشه امکان داره که یک پاپ دیگر انتخاب کنن خارج از جناهای که در واتیکان حضور دارن و میتونه این در این صورت قرعه به نام یک کاردینال نیجریه‌ای به نام فرانسیس آرینز در بیاد. اولین پاپ سیاه بعد از اولین رئیس جمهور سیاه در کاخ سفید. سپاسگزارم از وقتتون، متشکرم، مرسی.
وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر امکان ارائه کمک‌های تسلیحاتی به مخالفان بشار اسد رئیس جمهور سوریه به توافق نرسیدند. در نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا که امروز در بروکسل برگزار شد، هیچ تصمیم جدیدی درباره بحران سوریه گرفته نشد. در بیانیه پایانی نشست نیز تنها بر اولویت راه حل سیاسی برای این بحران تاکید شد. در پایان نشست بروکسل، لورن فوبیوس وزیر امور خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران گفت بحث بر سر مسلح سازی مخالفان در سوریه پایان نپذیرفته است. او تاکید کرد در سایه فروش و ارائه جنگ افزار از سوی روسیه و ایران به نظام اسد، این بحث بارها و بارها مطرح خواهد شد. پیش از این اتحادیه عرب مجوز ارائه کمک‌های تسلیحاتی به مخالفان در سوریه را برای اعضای خود صادر کرده بود. و حالا نوبت میرسه به نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران میگوید در جامعه‌ای که آزادی نباشد براندازی توجیه پیدا می‌کند. آقای خاتمی بار دیگر خواستار مهیا شدن شرایط انتخابات آزاد شد و گفت نمی‌شود دموکراسی را مردود دانست و باز هم مدعی شد که انتخابات مورد قبول است. آقای خاتمی که در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران صحبت می‌کرد اظهار داشت برگزاری انتخابات بدون فراهم شدن شرایط آن و بدون قبول حاکمیت مردم بی‌معناست. در ماه‌های اخیر محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی بارها خواستار برگزاری انتخابات آزاد شدند، اما این درخواست با واکنش‌های مختلف حکومت مواجه شده است. پیشتر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صحبت از انتخابات آزاد را کلیج واژه و رمز شورش توصیف کرده بود. صادرات نفت ایران در اسفند ماه به پایین ترین میزان خود از زمان وضع تحریم نفتی غرب علیه ایران خواهد رسید. خبرگزاری رویترز با بیان این خبر و به نقل از فعالان بازار نفت میزان کاهش را تا 25% تخمین زده است. بر اساس این گزارش کشورهای چین، هند، کره جنوبی و ژاپن که در ماه فوریه 960 هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده بودند، در ماه مارس تنها 703 هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد خواهند کرد. مقامات رسمی ایران آمار و ارقامی که از سوی رسانه‌های غربی در مورد میزان صادرات نفت این کشور منتشر می‌شود را بعد تبلیغاتی تحریم‌ها دانسته و آنها را تایید نمی‌کنند. و حالا نوبت می‌رسد به یک جمله یک خبر. محمد رضا رحیمی آمریکا را 13 لات تبعیدی انگلیسی تشکیل دادند. محمد یزدی احمدی نژاد در مراسم چاوز مسخره بازی درآورد. یحیی آل اسحاق نباید آدمها را چوب کرده و همه را کنار بگذاریم. محمد رضا رحیمی نفت را از ما بگیرند دانشمند داریم، اما از همسایگان ما بگیرند باید چطور سوار شوند. صنعت گردشگری ایران در سال 2013 در میان 11 کشور منطقه در مقام دهم قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، ایران در میان تمام کشورهای منطقه از مصر نیز که در رتبه 85 جهانی است پایین‌تر است و تنها بر کویت پیشی دارد. بر اساس این گزارش ایران از نظر شاخص‌های رقابتی در ردیف 124، از نظر پایداری محیط زیست رتبه 101 و از نظر امنیت گردشگری رتبه 106 را کسب کرده است. بر اساس این گزارش در منطقه خاورمیانه کشورهای امارات متحده عربی، قطر و بحرین بالاترین رتبه را به دست آوردند. این گزارش به صورت دو سالانه تهیه می شود و در آن فهرست اقتصادهای رقابتی گردشگری دنیا اعلام می شود.
و در آخر اینکه رئیس انجمن بیهوشی ایران میگوید به دلیل کمبود داروهای بیهوشی اتاقهای عمل چندین بیمارستان در آستانه تعطیلی قرار دارند. دکتر محمد مهدی قیامت گفت متاسفانه داروهای قدیمی که تا پیش از این استفاده نمی شده دوباره وارد چرخه داروهای بیهوشی شده است و این می تواند زنگ خطری برای سلامت بیماران باشد. به گفته آقای قیامت تاکنون بارها به مسئولان مربوطه نسبت به کمبود و محدودیت داروهای با کیفیت بیهوشی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هشدار داده‌ایم، اما متأسفانه به رغم تذکرات فراوان هنوز در این زمینه چاره‌اندیشی نشده است. ممنونم که با ما همراه بودین. به همراه آوا با شما خداحافظی می‌کنم. شب و روزتون خوش و خدا نگهدار. خدا نگهدار.